زمان دانشجویی دنبال یه راهی برای کسب درآمد بودم. خیلی اتفاقی وارد کار ترجمه شدم. مقالات انگلیسی رو به زبان فارسی ترجمه می‌کردم و یه پول کمی برای این کار می‌گرفتم. کم کم متوجه شدم که خودم میتونم مقالاتی رو به زبان فارسی بنویسم، برای سایت‌های اینترنتی بفرستم تا منتشر کنن. مدتی گذشت، فهمیدم که اسم این کار هست تولید محتوا. تولید محتوا هم خودش بخشی از یک حوزه کاری بزرگیه به اسم دیجیتال مارکتینگ. کم کم با این حوزه کاری آشنا شدم و مداوم چیزای جدیدی رو یاد گرفتم، مهارت‌های خودم رو ارتقا دادم و الان این شغل اصلی منه. در طول این 10 سال من خیلی آزمون و خطا کردم، مسیرهای مختلفی رو رفتم و کلی تجربه کسب کردم و کل این تجربه ها و آزمون و خطاها رو داخل کتاب رایگان نوشتم. من حسین بابایی میخوام حالا این کتاب رایگان رو به شما معرفی کنم. خب این چه کتابیه؟ اسمش رو گذاشتیم آشنایی با مشاغل دیجیتال مارکتینگ. ما توی این کتاب اول با حوزه کاری دیجیتال مارکتینگ آشنا میشیم، شاخه‌های مختلفش رو توضیح دادیم، بخش‌های مختلفش رو توضیح دادیم و بعد میایم یک مسیر به شما نشون میدیم، مسیری که تو اون میتونید یه شغل نون و آبدار پیدا بکنید. نمیدونم چه رشته‌ای تو دانشگاه خوندی، حقوق، مکانیک، عمران، حسابداری، هر چیزی. بعد از دیدن این ویدیو یکی از سایت‌های آگهی استخدامی رو باز کن و تعداد آگهی‌های استخدامی تو رشته خودت رو با آگهی‌هایی که تو دسته دیجیتال مارکتینگ هستن رو مقایسه کن. مقایسه فقط همین دوتا عدد بهت نشون میده که حوزه کاری دیجیتال مارکتینگ چقدر جذاب و بزرگه. ما خودمون هم شرکتی هستیم که تو این حوزه داریم کار میکنیم و هر روز داریم میبینیم که شرکت‌ها چقدر دنبال نیروهای متخصص هستن. اینطوری شد که ما خودمون تصمیم گرفتیم یک کتاب رایگان برای همه افرادی که دوست دارن وارد این کارها بشن بنویسیم. ما توی این کتاب اول اومدیم یه آشنایی کلی، یه دید کلی از حوزه دیجیتال مارکتینگ نوشتیم. اینکه چی هست، به چه درد میخوره تو بازار، باید چه کارهایی انجام بشه، چرا اینقدر نیاز براش وجود داره و از اینجور حرفا. بعدش اومدیم تک تک مشاغلی که تو حوزه کاری دیجیتال مارکتینگ هستن رو معرفی کردیم. توی هر فصل که هر شغل رو داریم توضیح میدیم، وظایف اون فرد رو، مهارت‌هایی که باید یاد بگیره، کارهایی که باید انجام بده رو توضیح دادیم. حتی کمی هم درباره حقوقاشون حرف زدیم. حقوقاشون باید چقدر باشه و چه کارهایی رو کارفرما باید از هر فرد متخصص انتظار داشته باشه. حتی درباره درآمد این افراد متخصص هم حرف زدیم. اینکه کدوم تخصص درآمد بیشتری داره و کدوم تخصص‌ها میتونن به صورت دورکاری یا حتی به صورت پاره وقت کار کنن. در انتهای کتاب هم منابعی رو معرفی کردیم به شما که با کمک اونها میتونید این مهارت‌ها رو یاد بگیرید. این کتاب 70 صفحه بیشتر نیست، ولی حاصل تجربیات 10 ساله افرادی مثل منه. شما بعد از خوندن این کتاب دقیقاً میدونید که باید از کجا شروع کنید و به کجا برسید. رایگان هم است و خوندنش هیچ ضرری نداره برای شما. من توصیه میکنم کتاب رو همین الان دانلود کنید، بخونید و برای آینده خودتون برنامه‌ریزی کنید. در پایان خیلی هم خوشحال میشیم که نظرتون رو درباره کتاب با ما در میون بذارید.